علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یکشنبه وارد بغداد شد. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق از او استقبال کرد. شمخانی ابتدا از محل کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد دیدن و پس از اون دیدارهای خودش رو با مقامات عراق آغاز کرد. او با قاسم العرجی و محمد شیعه آل سودانی نخست وزیر عراق و چند تن دیگه از مقامات این کشور دیدار کرد. پس از این دیدارها علی شمخانی و قاسم العرجی با حضور نخست وزیر عراق یک توافق نامه امنیتی رو برای افزایش امنیت مرزهای دو کشور امضا کردند. تا کنون جزئیاتی از این توافق امنیتی منتشر نشده. نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران میگه علی شمخانی در دیدار با مقامات عراقی گفته که اجرای این توافق نامه از ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری میکنه و باعث توسعه روابط دو کشور میشه. علی شمخانی در دیدار با مقامات عراق گفت حضور احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان تهدیدی برای امنیت حکومت ایرانه. او این احزاب رو به ارتباط با سازمانهای امنیتی خارجی متهم کرد. محمد شیعه آل سودانی نخست وزیر عراق هم در دیدار با شمخانی گفته اجازه نمیدن از عراق تهدیدی متوجه کشورهای همسایه بشه. گفتگوها میان ایران و عراق بر سر توافق امنیتی پس از شروع اعتراضات ضد حکومتی در ایران شدت گرفت. جمهوری اسلامی ایران احزاب کرد مخالف خودش در اقلیم کردستان رو به دست داشتن در این اعتراضات و تهدید امنیت خود از طریق اقلیم کردستان متهم میکنه. سپاه پاسداران در چند مورد با پهباد، موشک و توپخانه به مقرهای این احزاب حمله کرده. ده‌ها تن از جمله چند غیر نظامی در این حملات کشته و زخمی شدند. احزاب کرد بارها اتهام‌های ایران رو رد کردند و میگن فعالیت‌های اونها در اقلیم کردستان عراق صرفاً سیاسیه و هیچ نوع فعالیت نظامی ندارند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.